میدونستید نام زنجان شاهین یا شاهین بود و به دلیل قرار گرفتن در شاهراه تجاری ری به آذربایجان یکی از شهرهای مهم در تجارت بوده. حتی در تاریخ دو تا قلعه یا دژ در شهر زنجان ساخته شده. یکی متعلق به دوره ساسانی بود که در خیابان فرهنگ قرار داشت و در سال 1300 تخریب و صاف شد و یکی هم مربوط به دوره اسلامی بود که در محله نصرالله خان بوده و در سال 1340 تخریب و صاف میشه و به جاش دبیرستانی دخترانه ساخته میشه. قبل از به قدرت رسیدن ساسانیان، شهرهای همچون زنجان، ابهر، سلطانیه تا حدود قیدار و تاکستان، از این سمت هم شهرستانهایی مثل ماهنشان، دندی، اوریاد تا حدود 400 کیلومتر تحت حاکمیت حاکمی مستقر در قلعه بهستان در ماهنشان امروزی بوده که از دوره مادخا تا ساسانیان در این مناطق حکمرانی میکرده. اما بعد از به قدرت رسیدن اردشیر بابکان، به دستور اردشیر بابکان و زیر نظر حاکم بهستان در شهر امروزی زنجان که اون موقع روستای کوچیکی بوده، یک دژ مستحکم و یک شهر بنا میشه تا مرکزی مبادلاتی و بازاری بشه برای تجارت مردم دینمان و آذربایجان ری و در تاریخ ازش به عنوان شهر شاهین یاد شده که مردم زنگان توش زندگی میکردن. به این علت بهشون زنگان گفته میشد که اهالی زرتشتی این شهر کتاب مقدس زنگ زرتشتیان رو میخوندن. شهر شاهین یا زنگان تا اواخر دوره ساسانی آباد بوده، اما بعد از شکست ساسانیان از اعراب، مردم این شهر تا زمان عثمان مقاومت میکنن و نمیذارن این شهر به دست اعراب بیفته. اما بالاخره یکی از سرداران عرب به نام برا بن عازب این شهر رو تصویر و دستور به تخریب اون میده و بعد از حکمرانی عرب اسم شاهین فراموش میشه و نام زنگان هم معرب و تبدیل به زنجان میشه، تا اینکه در دوره سلجوقی قبایلی در سلطانی و اطراف زنجان ساکن میشن و دوباره این شهر مخروبه تبدیل به بازاری برای تجارت میشه، تا اینکه برای دومین بار با حمله مغولان به این شهر در سال 628 هجری قمری این شهر تخریب میشه و این بار به حدی شدت این تخریب بالا بوده که تا مدت ها این شهر از قید حیات ساقط میشه و یکی از دلایل انتخاب سلطانی توسط مغولان تخریب شدن زنجان بود. اما بعد از فروپاشی ایلخانیان، چون سلطانی کنار راه تجاری نبود، از اعتبارش کم میشد، زنجان از نو رونق پیدا میکنه و به یکی از مراکز سیاست و تجارت اون روزگار تبدیل میشه، تا اینکه متاسفانه برای بار سوم در نیمه دوم قرن هشتم هجری قمری توسط تیمور لنگ کل مردم این شهر قتل عام میشن و قسمت زیادی از این شهر تخریب میشه. حتی کلاویخو سفیر اسپانیا در مورد زنجان اینطور نوشته تو کتابش: شب هنگام به محله رسیدیم که به اون زنجان میگفتن. بیشتر قسمت این شهر غیر مسکونی و حتی حصار شهر هم غیر قابل تعمیره، اما گویی در گذشته این شهر یکی از بزرگترین شهرهای ایران بوده، تا اینکه بالاخره در دوره صفوی با حاکم شدن آرامش نسبی در منطقه این شهر دوباره احیا میشه. و در آخر بگم 18 محله امروز زنجان مثل نصرالله خان محلسه، زینب محلسه و قهرمان محلسه روی شهر قدیمی و کهندش زنجان ساخته شده.